تصویر دوربینا رو داری؟ آره دارم. اکشن. تصویر دوربین ثابته. دستکش با اثر انگشت مجاز. Thank you.
سرگرد احمدی، پورهادی، شاکری از همکاران من در دایره مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس تهران بزرگ هستند. ایشون هم مهندس جوان خوش‌آتیه، طراح سیستم امنیتی موزه جواهرات ایران. امیر ثابتی. تبریک میگم آقای مهندس. سیستم امنیتی خوبی طراحی کردی. تبریک میگم. ممنونم. باید یه چیزی رو اعتراف کنم. من حتی یه درصد هم تصور نمی‌کردم اینا بتونن تو اتاق گاوصندوق راه پیدا کنن. اینا دیگه تعارف. به هر حال برنده نهایی شما بودی. بله. خدا رو شکر امشب بعد از یک سال راحت و زود می‌خوابی. خسته نباشین بچه‌ها. کارتون عالیه. چون روز فرنگی هم سرهنگی بسید. واقعا خسته نباشید. شما رو ترسوندیم. شما هم خسته نباشید. واقعا سیستم امنیتی پیچیده بود. پیچیده و هوشمند. تایید دیجیتالی از سر انگشت. چند لایه لیزر. صبر کنید آقایون. من یه چیزی رو نمیفهمم. فقط از سر انگشت 4 تا از مقامات موزه جواهرات تو حافظه اون دستگاه. و یکی از اون 4 نفر جناب عالی بودین. شما خوب جایی برای برداشت انتخاب کردین ها؟ مخصوصا اون تردمیل. اثر انگشت دونم کامل و قابل استفاده بود. باورم نمیشه. واقعا پلیسی بود. چرا مهندس من یه سوال دارم. ما بعد اینکه قفل دوم گاوصندوق رو باز کردیم سیستم حفاظتی به کار افتاد. کجا رو اشتباه کرده بودیم؟ اینجا. ببخشید نمی‌فهمم یعنی چی؟ ببینید سنسورهایی که روی دستگیری گاوصندوق کار گذاشته بودم طوری طراحی شده بود که روی جریان گردش خون واکنش نشون میداد. یعنی اگر شما استرس یا اضطراب داشته باشین ضربان نبضتون بالا میره و دستگاه نسبت به این قضیه حساسیت نشون میده. عجب. من هیچ استرس و نگرانی نداشتم. اما اعتراف میکنم هیجان باز کردن گاوصندوق ضربان قلبم رو بالا برد. بهتره من شما آقایون رو ببرم تا مهندس جوان ما رو تخلیه اطلاعاتی نکنه. بریم. باید. برو. ببخشید. خواهش میکنم. سلام. خوبه. من الان تو جلسه هم ببخشید. خواهش میکنم. شب فوق‌العاده ای بود. برای من هم همینطور. مراکز سازمان های مختلفی برای محک زدن ضریب اطمینان سیستم های امنیتیشون به ما مراجعه میکنن. اما باید اعتراف کنم سیستمی که شما طراحی کردین کم نظیر مهندس. نظر لطفتون متشکرم. به نظرم باید از دانش و خلاقیت شما بیشتر استفاده بشه. البته من تو ایران تجربه چند تا کار موفق دیگه هم داشتم. بله. ولی یه سری موانعی هست که میفهمم مهندس، میفهمم. کشور ما تازه وارد این عرصه شده. بعضی از این مشکلات هم طبیعیه. اما مهمتر از همه اینه که ما شما رو پیدا کردیم. الانم اصلا دلم نمیخواد با سوالاتی که میکنم آینده این رفاقت رو به هم بریزم. وقت برای سوء استفاده بسیار. این شماره های منه. خوشحال میشم صداتون رو بشنوم. ارتباطی باشه. شماره بنداز. بله ممنونم. منم خوشحالم چون تا حالا یه دوست پلیس نداشتم. این مهندس جوان تا حالا کجا بوده که در موردش چیزی نشنیده بودی؟ بوده بابا. پروژه ریز درشت زیادی رو کار کرده. امشب خیلی وقت نشد باش صحبت کنیم. ولی قولش رو گرفتم که زود همدیگه رو ببینیم. از این آدم ها باید بیشتر استفاده. بله. ببین کمکی نیاز نداره. اتفاقا یه اشاره هایی کرد. من خودم فردا بهش تماس میگیرم. دست درد نکنه جناب سلام. خیلی زحمت کشیدی. چه زحمتی؟ سر راه هم بود. قربونت. قربونت. خوابی بابا؟ حیف شد. کاش بچه هایی که دیر میخوابن
تو خوابم میتونستن بشنون. اون وقت باباهاشون میتونستن بگن چقدر دوستشون دارن. حیف. بیداری؟ سلام بابا. سلام عزیزم. ببخشید وقتی میرم تو اینترنت دیگه وقت از دستم در میره. من که چیزی نگفتم، فقط یاد قولی که دادی و قراری که گذاشتیم افتادم. همین. ببخشید از فردا قول میدم دیگه ساعت بذارم. شب بخیر بابا. بخواب. شب بخیر. الو. سلام. چی؟ چی داری میگی؟ خیلی خوب. آدرس؟ سرهنگ گفتن میشناسیش. فکر کردم بهتر قبل از اینکه زنه جان و هم بخوره خبر کنم. همین چند ساعتی پیش با هم آشنا شدیم. ساعت 3:30 شب پیداش کردن. ظاهراً اهالی به ماشین مشکوک میشن و به سعده زنگ میزن. بعدش هم گشت اومده و تو تفتیش محل جسدش رو پیدا میکنه. اوراق شناساییش کامل بوده. اگه از من بپرسی میگم انگار عامل یا عاملین قتل میخواستن هرچی سریعتر مقتول شناسایی بشه. وقتی طراح سیستم امنیتی موزه جواهرات ملی ایران باشی خیلی ها میتونن انگیزه قتل تو داشته باشن. اینا هم همراهش بود، یه کیف پول و یه عالمه کارت خودپرداز، یه چند تا کارت اعتباری از بانکهای خارجی، یه ساعت گرون قیمت و انگشتر هم که دستش بود. سویجش هم زیر صندلیش بود با یک کیف کمری موبایل و یک کیف که حاوی کابلای رابط کامپیوتره. موبایلش چی؟ موبایلش رو پیدا نکردیم. اون تلفن صندلی خوبی میتونه باشه. طرف هر کی بوده تلفن ثابتی رو میخواسته. مطمئنم تلفن یه همچین آدمی چیز خیلی با ارزشیه. خسته نباشی. باشه. به بچه ها میگم با دقت بیشتر تفتیش کن. حسام واقعا نمیدونم چی بگم. منم خیلی متاسف شدم، اصلا باورم نمیشه. هنوز 12 ساعت از ملاقات ما با مهندس ثابتی نگذشته. ما هم شام خوردیم، حرف زدیم. سلام. 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 خب بهتر کارمون شروع کنیم. فعلا تنها سر نخی که داریم این کیف کمریه و این کابلاست. همین. این میتونه کیف مخصوص پاکت پی سی باشه، نسل جدید گوشی‌های هوشمند. آره، دیشب گوشیشو دیدم. از این گوشی‌های پیشرفته بود که سیستم عاملشون ویندوز موبایله. میخوام تو اولین فرصت خونه ثابتی رو بگردیم. حسام ترتیبشو بده. باشه، من رفتم. تو هم کاراتو بکن، بعد بری خونه مهندس ثابتی. چشم. سرگرد الان ازش میترسم. جناب سرگرد، شاکریه بیه کارشون خونه مهندس ثابتی تموم شده، منتظر دستوره. بگو همونگیش شده بعد از بررسی اولیه کامپیوتر مهندس رو منتقل کنه.
الو شنیدی شاکری؟ کامپیوتر مهندس منتقل شده. حاضره جناب سرگیت. حدسمون درست بود. یه پاکت پیسی قدرتمنده. یه هیولای مدرن و کوچیک. یعنی این گوشی میتونسته برای مقتول کاربردهای بیشتری از یه تلفن معمولی داشته باشه. تلفن کردن ساده ترین کاریه که میشه با این گوشی انجام داد. شاید اصلا انگیزه قاتل سرقت همین گوشی بوده. اینجوری تونسته به گنجینه سیستم‌های طراحی شده توسط مهندس ثابتی دست پیدا کنه. که از نصب و راه اندازی آخرین موردش هنوز چیزی نگذشته. برنامه موزه رو گرفتین؟ بله گرفتم. قرار 3 روز دیگه لوح مربوط به حقوق بشر ایران و باستان که از فرانسه به ایران برگردانده شده و همراه بزرگترین کلکسیون جواهرات ایران تو موزه به نمایش در بیاد. طبق اطلاعات ما اون گنجینه امروز به موزه میرسه. و میره تو گاوصندوقی که نقشه سیستم امنیتیش به سرقت رفت. بله همینطوره. میخوام هر چی که تو سیستم ثابتی هست استخراج بشه. همش. امید. بله. همش. تلفن وصل شده؟ نه هنوز وصل نشده. به خانم نجفی بگو مدیر موزه رو برام بگیره زود. گوشی. جناب سرگرد، مدیر موزه آقای فردوس. الو سلام. سلام جناب سرگرد، روزتون بخیر. میخواستم تاریخ دقیق برگزاری نمایشگاه و آمار احتمالی مدعوین و بازدیدکننده ها رو بدونم. 3 روز دیگه از ساعت 10:30 صبح به مدت 3 روز. برآورد ما روزانه 2000 نفر بازدیدکننده است. اتفاقی افتاده سرگرد؟ نه میخواستم از لحاظ حفاظت فیزیکی تو این ایام. بله جناب سرگرد، توجه نگرانتون هستم. طی چند روز گذشته چند جلسه با سران پلیس داشتیم. آقای فردوس شما میدونین با امداد امروز مهندس ثابتی به قتل رسیده؟ چی؟ چطوری همچین چیزی ممکنه؟ بله متاسفانه این اتفاق افتاده. اینه که تدابیر شهید امنیتی باید کامل باشه. هر جور صلاح میدونین جناب سرگرد. بسیار خب من خودم هماهنگ میکنم. با شما در تماسم. خواهش میکنم. خداحافظ. جواهرات 3 روز در معرض دید عموم قرار میگیره. و طبق برآورد موزه حدود 6000 نفر هم بازدیدکننده داره. کی میخواد این همه آدمو کنترل کنه؟ چیزایی به درد بخوره کامپیوتر ثابتی رو طبقه بندی کردن. بده رو نمایش کرد. بله. عکس، پروژه ها، پست الکترونیک، صوتی، موزیک، یادداشت ها، تلفن ها. این. با اینا کار کن. راستی لیست تماس های تلفنی همراه و خونه شم استلام کردیم. اونا رو هم بر اساس تعداد دفعات هر تماس طبقه بندی کن. آخرین تماسی هم که باش گرفته شده موقعی که داشتیم از موزه خارج می‌شدیم. ببین مال کیه. بله. بعید به نظرم می‌رسه که تو بازدید عمومی از موزه سرقتی صورت بگیره. چون پلیس اون موقع به شدت اونجا رو محافظت می‌کنه. منطقیه. جناب سرگرد. خیلی خوب. برو تو فایل عکساش ببین چیزی پیدا می‌کنی. بله. حسام. اسم و مشخصات صاحب این خط رو پیدا کن. بله. اتفاقا آخرین تماس هم که گفتیم مربوط به همین شماره است. بجو حسام. بجو. بعدش هم برو تو اطلاعات پاک شده کامپیوترش. به خصوص عکس و نقشه های پروژه هاش. باش. جناب احمدی. دادن نعمتی، نام پدر فریدون، آدرس مشخص تو کامپیوتر. سلام. سلام. خانم دادن نعمتی؟ بله.
من سرورد احمدی هستم از اداره آگاهی. باید با شما صحبت کنم. اتفاقی افتاده؟ قرار بود با هم ازدواج کن. اما خب نشد. منظورتون از این که نشد چیه؟ من تو زندگیش همیشه یه رقیب بزرگ داشتم. کارش. آخرین باری که با مرحوم ثابتی تماس گرفتین کی بود؟ دیشب. قرار بود مهمترین پروژه‌شو تحویل بدم. میخواستم اولین نفری باشم که بهش تبریک میگم. پس هنوز با هم در ارتباط بودین؟ البته مثل دوتا همکار. صرف نظر از نامزدی نامه سرانجام بمونه ما هیچ مشکلی با هم نداشتیم. وای خدای من مثلا فکر نمی کنم کسی بتونه امیر رو. چند وقت بود که مهندس ثابتی رو میشناختین؟ تقریبا دو سال. از همون موقعی که اومدم ایران و دیگه بر نگشتم. میتونم بپرسم الان به چه کاری مشغولین؟ در حال حاضر میشه گفت هیچ. گرفتار بیماری مادرم هستم. قبلا مهماندار بودم. به کسی مظنون نیستین؟ امیر اونقدر خوب بود که همه دوستش داشت. بسیار خوب. فعلا بیشتر از این اذیتتون نمی کنیم. ولی خب خیلی زود باید باز همدیگر رو ببینیم. اجالتا ما کامپیوتر شما رو برای بررسی و کنترل با خودمون میبریم. چرا؟ من خیلی چیزای شخصی توش دارم. نگران نباشید. برای ما هیچ چیز به جز مواردی که به مرحوم ثابتی مربوط بشه جالب نیست. پورهادی. لیست کل پروژه ثابتی رو تو ایران میخوام. من چیزایی رو کامپیوتر شخصیش پیدا کردم. فکر کنم یک ساعت دیگه حاضر بشه. باید مطمئن بشیم چیزی جا نیفتاده. من کارم با کیس لادن نعمتی تمومه. میرم دفتر ثابتی یه لیستم از اونجا درمیارم. خوبه. بعد از اون جلسه آنالیزه. چیزی جا نمونه. نیازی آپولو که جابجا نمیکنه. پس کی تموم میشه اینجا؟ جناب سرگرد تا دو ساعت دیگه تموم میشه. فهرست تمام پروژه‌هایی که امیر ثابتی تو 4 سال گذشته نصب و طراحی کرده. البته این لیست رو با اطلاعات کامپیوتر مهندس هم تطبیق دادیم. فقط چند مورد اختلاف جزئی بود که اونا رو اضافه کردیم. بدون نمایشگر. 7 جواهر فروشی، 23 ساختمان اداری، بانک پیوند اعضا، سیستم دوربین‌های مداربسته فروشگاه زنجیری تهران بزرگ، فرودگاه، سیستم چراغ‌های راهنمایی منطقه 6، سیستم هوشمند روشنایی همون منطقه، گنجینه کتاب‌های خطی خراسان، موزه فرش اصفهان، آخریش هم که همین موزه جواهرات بوده. همین؟ آره. اینجوری که چیزی دستگیرمون نمیشه. خیلی پراکنده است. لاگ لیستی، هیستوری، چیزی. خوشبختانه مهندس یه نرم افزار رو سیستمش نصب کرده که شهر کامل عملیات رو ثبت می‌کنه. یه بار نقشه های سیستم روشنایی و چراغ های راهنمایی رانندگی منطقه 6 رو به پاکت پیستش منتقل کرده. یه بارم فرمان پرینت نقشه سیستم امنیتی موزه جواهر رو داده. دقیقاً کی این کارو کرده؟ عرض شود که ساعت 3:37 بامداد دیروز. اشتباه میکنی؟ نه اشتباه نمیکنم جناب سرگرد. گزارش پزشکی قانونی زود باشه. به تشخیص پزشکخانه زمان مرگ حوالی ساعت 2 بامداد دیروز بوده. یعنی یه نفر بعد از مرگ ثابتی کامپیوتر جی بی اونو ورداشته و رفته خونش و بعدم اطلاعات مربوط به سیستم روشنایی شهر و سیستم هوشمند چراغای راهنمایی رانندگی رو کپی کرده. سوال اول، اون چطوری وارد خونه مقتول شده؟ حتما با کلید، چون تو بازرسی از خونهش هیچ مورد مشکوکی گزارش نشده. و چه کسی میتونه کلید خونه ثابتی رو داشته باشه؟ لادن نعمتی؟ درسته، اون اطلاعات از کامپیوتر جی بی مقتول منتقل کرده. اما سوال دوم، چرا؟ یعنی اون قاتله؟ به هر حال این همزمانی معنا داره. چرا باید یه ساعت بعد از قتل مهندس ثابتی
این اطلاعات مهم از کامپیوتر اون کپی برداری بشه. نعمتی با داشتن کلید هر وقت دیگه هم میتونه وارد خونه بشه و این کپی رو انجام بده. اما کامپیوتر ثابتی کد 9 رقمی داره. به راحتی نمیشه واردش شد. نه پاکت پی سی مهندس برای سیستمش تعریف شده بوده. اصلا نیازی به کد نداشته. حالا میخوام یه بار دیگه همه پروژه‌هایی رو که مقتول انجام داده رو به دقت مرور کنیم. نباید زمان از دست بدیم. با توجه به آخرین عملیات همه چی باید اینجا باشه. منطقه 6. موزه جواهرات تو منطقه 6 نیست. خب این میتونه نکته انحرافی باشه. باید تو این محدوده دنبال چیزی باشه. بسه ببینم. آره بچه ها بریم. اولین بانک خارجی که با مشارکت سیستم بانکی کشور تو ایران ایجاد شده. یعنی از اینجا مطلب نه احتمالی که از همین الان بانک رو زیر نظر گرفته باشن خیلی زیاده. پس باطل برای رد گم کنه تو خونه ثابتی از نقشه سیستم امنیتی موزه جواهرات پرینت گرفته. دقیقا اگه قصدش اینجا باشه حتما میخواد سیستم اقتصادی کشور رو بی‌ثبات نشون بده. خیلی خوب بریم 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 سوار شو. شما مطمئنی؟ تقریبا بله. ولی به نظر من نگرانی شما بی‌دلیله. بانک ایران و اروپا با وجودی که در ایران تازه تأسیسه ولی یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های امنیتی جهان رو داره. علاوه بر اون ماموران امنیتی کارکشته و کاملاً مسلح اونجا هستن. کافیه شما از اونجایی که فرصت اشتباه کردن نداریم خوشحال میشم با من موافق باشین. مامورین حفاظت از بانک و افسایش بدیم و نشون بدیم که نقششون لو رفته. اما به نظرم این اشتباهه. چون اینجوری امکان دستگیریشون از دست میدیم. بچه بسو در آینده نزدیک به یکی دیگه از مراکز حساسی که مرحوم ثابتی سیستم امنیتیشو طراحی کرده و اونا احتمالاً از نقشش باخبرن دستبرد بزنن. درسته. شاید بهتر باشه وانمود کنیم که باور کردیم هدفشون موزه جواهراته. بقیده تو کی وارد عمل میشه؟ از اونجا که قصدشون نفوذ به سیستم روشنایی شهری منطقه است بدون شک بعد از تاریک شدن هوا وارد عمل میشه. برای برق منطقه رو در جریان بذارید. هماهنگ کنید در صورت اختلال در سیستم هوشمند مرکز امکان کنترل دستی چراغ‌ها فراهم بشه. بانک تو خیابون شلوغیه. احتمالاً شب بعد از خلوت شدن خیابونا نقششون عملی میکنن. حوالی نیمه شب به بعد. از این لحظه کلیه نیروها آماده باشه کامل باشن. با نفو هم هماهنگ کنید. همینطور اورژانس تهران و آتش نشانی. چون امکان داره برای گمراه کردن ما بمب‌گذاری یا آتش سوزی تو موزه را بگذاریم.
بفرمایید قربان. سلام. سلام. سرگرد احمدی هستم از اداره آگاهی. در خدمتم قربان. این خانمی که الان رفتن میشناسین؟ خانم نعمتی؟ بله. میدونین کدوم واحد رفته بودن؟ بله قربان. واحد 83 منزل برادرش. اسم برادرشون چیه؟ اسم کوچکش نمیدونم. اتفاقی افتاده؟ فعلا من سوال میکنم. بله معذرت. شما کارت شناساییتون رو بدید. من همکار خودمون هستم. بازنشسته نیرو هستم. شماره پرسنلیتون؟ 302-18-94-28. بسیار خوب. حالا میخوام با دقت جواب سوالات منو بدید. داری چت میکنی؟ اشکالی داره؟ نه، جالبه. اینجا وایرلس داره؟ بله. خوبه. شما همه ورود خروجا رو می‌نویسید؟ بله قربان. درسته قربان. همکارمون هستم. بسیار خوب. می‌خوام هر چی راجع به این آقای نعمتی می‌دونی بهم بگین. شغلش، خانواده‌اش و شماره تلفنش. شغلش نمی‌دونم. به نظرم یه چیزی از خارج وارد می‌کنه. بیشتر سالا ایران نیست. زن و بچه هم نداره. تلفنش هم ندارم. ما با شماره داخلی با آپارتمان‌ها ارتباط برقرار می‌کنیم. خیلی خوب. در مورد ما با کسی صحبتی نکن. چشم. ممنونم. بسشکر. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. فرهادی. بله آقا. همه هم کن تلفن باید هشتر سه کنترل بشه. قربان این برج اینترنت وایرلس داره. اه. خب از کنترل تلفن که هیچ. ایمیل این خانم نعمتی رو میخوام. شاید از روش بشه آیدی برادرش رو پیدا کرد. بله حتما. بفرم. این میل باکس خانم لادن نعمتی اینم ایمیلاش. فقط همین دوتا رو باز کرده؟ بلک هاوک شاهین سیاه شاید بقیه رو وقت نکرده بذار ببینم اه اه چی شده؟ سلام ما رفتیم تو میل باکسش یه لحظه میمیداشو دیدیم اما ظاهران از طریق میل باکس سرورش تو این فاصله دیلیتشون کرده یعنی الان هیچی نداریم؟ هیچ بعد یه ملاقات دیگه با خانم نعمتی داشته باشیم. به اتفاق اون برادر مرموزش. بله. حتما ایمیلش هم از اونجا پاک کرده. یه قدم از ما جلوترن. خیلی خوب. یکان ویژه ها چیکار کردی؟ همه هنگ شده قربان. منتظر دستور شما هستم. تشفا آوردی. سعی میزدی میدادم بچه ها براتون میوردن. نه بیرون کار داشتم خودم باید میومدم. امین خان تلفن رو دم دسته؟ بله. فرمت کشی من بجرم موبایل هم بیارم رفتم خودم بیارم. خدمت شما رو ممنون دست شما در بفهم. یا آدم سپن. شونزه مرکز 16 بدوشم
مرکز به اطلاع میرسونم سوژه رأس ساعت 8:30 از خونه خارج و بعد از مختصری خرید و استفاده از تلفن سوپر محله به منزل برگشت. دستور چه قربان؟ شنیدم 16:16. تو موقعیت بمونید، به ماموریتتون ادامه بدید. اگه اتفاق خاصی افتاد اعلام کن. تمام. بچه چی کاره این؟ من سیستم روشنایی منطقه رو کنترل میکنم. منم سیستم کنترل چراغ‌های راهنمایی رانندگی منطقه رو تحت نظر دارم. خوبه. منم یه خبر جالب براتون دارم. لادن نعمتی تبع فرانسه است و همسر سابقش کارمند جوهرسازی آرپل بوده. آرپل همون جوهرسازی مشهور که تاج سلطنت ایران ساخته؟ آره. ظاهرا با یه باند بین‌المللی طرفیم. برادرش چی؟ اطلاعاتی؟ هیچی. حتی یه قبض جریمه ماشین. ظاهرا پاکه پاکه. قربان الان مأمور 16:16 تماس گرفت. خب گفت خانم لادن نعمتی رأس ساعت 8:30 از خونه خارج شده، از تلفن سوپر محله تماس داشته، بعد خرید مختصر کرد و برگشته. اصلا ماجرا همون تلفن بوده. میتونه خطش کنترله. مراقبت تشدید کنید. زود. جناب سرگرد فکس. جواب استعلام سازمان ثبت اسناد. ناظری برام خبر بده. بله چشم. خب اینم از این. آپارتمان برادر لادن نعمتی متعلق به شخصی به نام دکتر جاوید صنعتی. بجوم دیگه. سلام آقای دکتر رو در. الو. ناظری خوب گوش کن. میخوام همه مراکز تجاری که حوالی بانکن از امشب پیش از ساعت 10 تعطیل باشن. هیچ تجمع انسانی تا شعاع 2 کیلومتری بانک نباید شکل بگیره. نه عروسی، نه کنسرت، نه نمایش فیلم. نمیخوام جون کسی به خطر بیفته. مفهومه؟ ببخشید قربان. دکتر صنعتی یه پزشک معتبر و خوشنامه. اون 7 ماه پیش آپارتمان رو به خانم لادن نعمتی اجاره داده. کم کم دارم فکر میکنم اصلا برادری وجود نداره. سلام. امشب شب شلوغ داریم. به بچه‌ها هم بگو آماده باشم. من یه جلسه با سرنگ دارم، زود برمیگردم. از ناصر به کلیه وارد. از ناصر به کلیه وارد. مرحله اول عملیات تکرار میکنم. مرحله اول عملیات کلیه واحد ها موقعیتشون گزارش کنم. تمام. عزیزا به ناصر، اطراف موزه هوا آفتابی قربان. از خمید به ناصر، اینجا هوا آفتابی قربان. تیم عملیات ویژه نزدیک بانک مستقر شده و آماده عملیاتیم. تمام. شنیدم. به محض مشاهده کوچکترین حرکت مشکوک من در جریان بذارم. تمام. بله قربان. خیلی استراب دارم. اینجوریه؟ به میگی منو ببری عملیات؟ جناب سرگرد اینجا رو؟ همه چراغ راهنمایی منطقه قرمز شد. معلومه آقای پیشمال کیه؟ مولا امیر ثابتی جناب سرگرد. ظاهرن با کامپیوتر جی بیش به شبکه وصل شدن. قربان برج برادر لادن نعمتی اگه یادتون باشه اونجا اینترنت وایرلس داشت. حمید ناصر حمید بیشم. اونجا هوا چطوره؟ آفتابی قربان. مطمئنی؟ بله قربان. مراقب اوضاع باشید. تمام. برادر لادن نعمتی فعلا تو آپارتمانشه. احتمالاً کامپیوتر جیبی ثابت دستشه. از ناصر به کلیه واحدا مرحله دوم عملیات تکرار میکنم. مرحله دوم عملیات. ناصر رضا، اینجا اطراف موزه جواهرات صدای تیراندازی پراکنده شنیده میشه. دستور چیه ناصر؟ رضا از واحدهای کمکی استفاده کن. هیچ کدوم از نیروهات موزه خودشون رو ترک نکنن. مفهوم بود رضا؟ بله قربان. جام سرگرد این الان نباید اینجا باشه. اینا از ما نیستن. باید آدم های اون باشن. قرار نبود پلیس وارد محوطه بشه. دستور جدیده. باید مجوزتون رو کنترل کنم. بابا طبق پیشبینی که میکردیم برق منطقه قطع شد. با برق منطقه تماس بگیر برو وصلش. بله بله. مرحله سوم عملیات تکرار میکنم.
مرحله سوم عملیات. ناصر به راکب، از ناصر به راکب. راکب به گوشم. طبق فرموده برق منطقه ناحیه به ناحیه بست. شنیدم قربان. اقدام میشه. از تیم عملیات بشویید. ما با اتومبیل و لباس پلیس ویژه تا چند دقیقه دیگه وارد محوطه بانک میشیم. خوبه. به محض ورود تماس بگیر تا بگم چه کار باید بکنیم. الو قربان، اینجا برادر لادن اون رو گروگان گرفته. هیچ اقدامی نکنید تا من خودمون برسونم. مقصد تو الان کجایی؟ من قربان، من دیگه تو صدای منو داری؟ برادر قربان، میشنوم. سریع خودتو برسون جلوی بانک. سریع سریع. اومدم.